بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه محصلین عزیز. خدا کنه صحتمند تندرست باشیم. جلسه شیشم مانشمان محصلین عزیز از مضمون هایدرولوژی سمستر پنجم. قبل از ایکو به سر درس همراه شما بیاییم، در قسمت چپتره که در اختیار شما قرار دادم خدمت شما عرض کنم، حجم او چپتر کمک زیاده، شاید خود شما هم دیده باشیم. تقریبا ما شما 5 فصل میخوانیم و اگر بیم فصل ها رو مد نظر بگیریم عناوین زیاده داره. کلن عناوینی که به اونجا آماده محصلین عزیز، ما شما او عناوین نمیخوانیم، یا کلن مواردی که به داخل چپتر آماده ما شما اونا رو نمیخوانیم، فقط قسمت هایی میخوانه که مربوط به هایدرولوژی میشه که ما شما در انجینری عمران داریم، چون بیشتر از مواردی که به اونجا ذکر شده محصلین عزیز مربوط به، البته مواردی که میگم یعنی داخل فصل ها، مربوط به هایدرولوژی عمران نمیشه. فقط ما شما قسمت هایی میخوانیم که مربوط به هایدرولوژی میشه که ما شما به انجینری میخوانیم، چون فایل پی دی اف بود نمیشد اون موارد کت کنیم. خب بالاخره می چپتر در اختیار شما قرار دادم، ایکو شما چطور تشخیص بدیم که کدام عناوین یا کدام موارد داخل چپتر خوانده میشه، شما باید راجع کنیم به سلاید ها یا کلپ هایی که در اختیار شما نه. معمولا عناوینی که داخل سلاید ها یا داخل کلپ ها هست اینا رو شما ببینید و نظر به عناوین یا موارد که به اینجاها خوانده میشه میتونیم برن داخل چپتر اون موارد یا مباحث مطالعه کنیم، تا همو بخشی که مربوط به ما شما میشه فقط همور پیش ببریم و از اونا استفاده کنیم. چون بازم میگم حجم چپتر هایی که ببخشیم فصل هایی که من در اختیار شما قرار دادم، حجم از اونا نسبتا زیاده، همین خاطر به تشویش نباشیم که ایانا این فصل ها یا این عناوین ما شما کلن میخوانیم و تمام شدن یا بی سمستر کمک دشوار باشه. نه، اونا رو کلن ما شما نمیخوانیم، فقط بازم تاکید میکنم به خاطری که شما بفهمیم کدوم موارد یا عناوین میخوانیم، شما باید سلایدار مد نظر بگیریم و نظر به سلایدا عناوین از داخل چپتر انتخاب کنیم. خب بازم تکرار میکنم محصلین عزیز، جلسه شیشم ما شمانه، جلسه شیشم جلسه مهمتری نسبت به جلساتی که ما شما قبلا داشته. به این جلسه ما شما درباره چرخه هایدرولوژی انشاءالله بحث میکنیم و بعد از چرخه هایدرولوژی درباره عناصر چرخه هایدرولوژی بحث میکنیم. خود چرخه هایدرولوژی و عناصر چرخه هایدرولوژی دوتا به هم دیگر لینک محصلین عزیز. اگر شما مفهوم چرخه هایدرولوژی به درستی بفهمیم، طبیعتا مطمئن هستم که عناصر چرخه هایدرولوژی را میفهمیم. اگر چرخه هایدرولوژی به درستی درک نکردیم، عناصر چرخه هایدرولوژی به شما کمک مشکل میشه و اگر این دو موضوع نفهمیدیم محصلین عزیز، بالاخره ادامه چپتر به شما مشکل میشه. پس چرخه هایدرولوژی، عناصر چرخه هایدرولوژی و همچنین ادامه چپتر که ما شما میخوانیم، اینا کلن به همدیگر لینکه. دقت کنیم که انشالله این جلسه ای که فرن ما شما داریم جلسه شیشمه، به دقت ببینیم، گوش کنیم و خود خور بفهمانیم که چرخه هایدرولوژی یعنی چی و چرا ما این به نام چرخه هایدرولوژی میگیم. چون گفتم اگر شما چرخه هایدرولوژی انشالله بفهمیم، عناصر چرخه هایدرولوژی میفهمیم، اونا رو که فهمیدین انشالله ادامه جلسات که 100% میفهمیم، به خاطری که جلسات آینده الی اخیر سمستر بحث ما شما فقط درباره چیه؟ درباره عناصر چرخه هایدرولوژیه و لکچر انشالله به شما داده میشه. میکوشش میکنم زیادتر لکچر بدم، موضوع کاملا باز کنم تا شما بتونیم بهتر درک کنیم. ایانا باز اگر سوال داشتیم یا موضوع نمیفهمیدیم، میتونیم از طریق تلگرام و یا هم تماس بگیریم
سوال خو پرسان کنیم یا جایی که نحوه میدیم پرسان کنیم تا به شما دوباره توضیح داده شه که انشالله افهام تفهیم بشه. خب به خاطر ادامه بحث محصلین عزیز همراه شما میرم به سلاید بعدی. سلاید بعدی کامپیوتر می کمک کن کار میکنه تا سلاید بعدی رو بیاره. خب به این سلایدی که مشاهده میکنیم انشالله ما شما درباره چرخه هیدرولوژی بحث میکنیم و همچنین توضیح میدن که چرخه هیدرولوژی یعنی چی. خب چرخه هیدرولوژی یا چرخه آبشناسی همچنین به نام هیدرولوژیکال سایکل اور وادر سایکل یا چرخه آب همچنین میگن، حالا فرق نمیکنه که گفتم شما چرخه هیدرولوژی بگیم وادر سایکل بدیم چرخه آب بگیم یا چرخه آبشناسی. اولین موضوعی که مهم محصلین عزیز درباره چرخه هیدرولوژی باید شما مفهوم چرخه هیدرولوژی رو بفهمیم که چرخه هیدرولوژی یعنی چی. چرخه هیدرولوژی یعنی گردش آب، گردش آب در طبیعت، یا میتونیم بگیم چرخه هیدرولوژی یعنی مسیر حرکت آب. مسیر حرکت آب در روی چی؟ در روی کره زمین. فرق نمیکنه که شما بگیم گردش آب در طبیعت یا مسیر حرکت آب در کره زمین. پس مفهوم چرخه هیدرولوژی چی میشه محصلین عزیز؟ گردش آب در طبیعت و یا مسیر حرکت آب در کره زمین. چون ما شما میفهمیم آب در روی کره زمین حالت ساکنه نداره، در حال چرخشه، حالت دینامیکی داره. همین خاطر میگم چرخه هیدرولوژی یا مسیر حرکت آب در روی در کره زمین. حالا گفتن این موضوع محصلین عزیز که چرخه هیدرولوژی یعنی گردش آب در طبیعت یا مسیر حرکت آب در کره زمین خیلی ساده. حالا هدف از گردش آب در طبیعت چیه؟ یا هدف از مسیر حرکت آب در کره زمین چیه؟ انشالله به خاطر که شما این موضوع بفهمید درباره گردش آب یعنی چی یا مسیر حرکت آب در کره زمین، می بالای این تصویر به شما توضیح میدم و مطمئن هستم انشالله با آخر جلسه توضیحات که تمام شه شما به صورت کامل مفهوم گردش آب در طبیعت و یا هم مسیر حرکت آب در کره زمین میفهمیم و پی ببریم. خب به خاطر گردش آب در طبیعت محصلین عزیز یا به خاطر فهمیدن مفهوم گردش آب در طبیعت ما شما از باراندگی شروع میکنیم. از باراندگی، خب باراندگی محصلین عزیز معمولا یک کلمه کلیتریه نسبت به او چیزی که شما فکر میکنیم درباره باراندگی. حالا شاید بگیم باراندگی معمولا همین بارشه که ما شما میگیم یا همین بارانه که ما شما بیشب روز داریم در هرات، شاید باراندگی همی باشه. نه، باراندگی کلمه کلیتر محصلین عزیز که خود باران یا بارش یک شکل از اشکال باراندگیه. یعنی باراندگی میتونه چی؟ شامل بارش بشه، شامل برف بشه، شامل تکر بشه. حالا بخاطر میتونیم ژاله و این موارد کلن بگیم. یعنی هر چیزی که محصلین عزیز از ابرها فرو بریزه اون چی میگن؟ باراندگی میگن. یا نزولات جبعی، فرق نمیکنه که ما شما باراندگی بگیم یا نزولات جبعی بگیم. وقتی که میگیم نزولات جبعی یعنی بارش، یعنی برف، یعنی تگر، یعنی ژاله. حالا کلن چیزی که از ابرها فرو میریزه بودمان شما هم میتونیم باراندگی بگیم، هم میتونیم چی بگیم؟ نزولات جوی. حالا این باراندگی که صورت میگیره محصلین عزیز و به زمین فرو میریزه از سه حالت بیرون یا به سه حالت روبرو میشه. دقت کنید، باراندگی که صورت میگیره یا نزولات جوی که صورت میگیره به زمین فرو میریزه به سه حالت روبرو میشه. به چند حالت؟ به سه حالت. حالت اول این محصلین عزیز، نزولات جوی یا باراندگی برخورد میکنه به چی؟ به سطح گیاهان. حالا سطح گیاهان خب میتونه انواع متفاوت داشته باشه.
که به سر موضوع ما شما بس نمی کنیم فعلا. حالت بعدی ای که نزولات جبعی روبروشه مؤثرین عزیز اینه که به سطح زمین یا نزولات جبعی که از آسمان فرو می ریزه به سطح چی برخود می کنه؟ به سطح زمین. حالا به سطح زمین دو بخش داره، یک سطح خشکه، یک چی؟ سطح آبه. حالا از سه حالتی که گفتیم روبرو میشه میتونیم حالت اول چی؟ سطح گیاهان بگیم، حالت دوم سطح خشکه بگیم و حالت سوم سطح چی بگیم؟ سطح آب. یعنی باراندگی که صورت میگیره یا نزولات جوی که به زمین فرو میریزه یا به سطح زمین فرو میریزه، حالت اول اینه که به طور مثال، حالا حالت اول هم نگه مشکل نیه، یکی از حالات که معمولا میتونه روبرو بشه سطح گیاهانه، حالت دوم سطح زمین یا خشکی زمین و حالت سوم اینه که چی؟ به سطح آبها یا اقیانوس ها باشه. اون مقداری که مؤثرین عزیز به سطح خشک فرو میریزه، باراندگی یا مقدار آبی که به سطح خشک فرو میریزه، معمولا از سه حالت خارج میه. حالت اول اینه از اون مقدار آبی که به سطح خشک فرو میریزه مؤثرین عزیز اینه که انفلتریشن، یعنی سه حالتی که گفتیم، یکی از حالات اینه که از او آب یک مقدار چکار میشه؟ انفلتریشن میشه، جذب زمین میشه یا نفوذ پیدا میکنه به داخل چی؟ به داخل زمین. میتونیم حالا حالت اول هم بگیم مشکل نیه. حالت دوم اینه که یک مقدار از او آبی که به سطح زمین سطح خشک میریزه رن آف میشه، جریان پیدا میکنه. رن آف یا جریان پیدا کردن معمولا ما شما به این روزها شاید ببینیم که زمانی که شدت باراندگی زیاد میشه یک مقدار آب از داخل جاده ها، از داخل کوچه ها، که حالا یک مقدار از این تبخیر میشه، یک مقداری هم میتونه چی؟ جذب زمین بشه. خب به خاطر که گیج نشیم دوباره تکرار میکنم، فشرده ببینیم مؤثرین عزیز باراندگی که صورت میگیره یا نزولات جوی که از ابرها یا از آسمان فرو میریزه به زمین معمولا احتمالا به چند حالت؟ به سه حالت برخورد کنه یا به سه حالت روبرو بشه. به سه حالت چکار؟ روبرو بشه. حالت اول اینه که به سطح گیاهان، یا یکی از حالات میتونیم ای باشه که به سطح گیاهان برخورد میکنه، یک. دوم اینه که به سطح زمین، مقدار آب به سطح زمین برخورد میکنه یا به سطح زمین فرو میریزه، و همچنین مقدار آبی هم به سطح چی؟ اقیانوس ها فرو میریزه. حالا از اون مقدار آبی که به سطح زمین فرو میریزه به سطح خشک، منظور من مؤثرین عزیز باز سه حالت داشت. حالت اول از اون مقدار آب یک مقدار جذب زمین میشد، یک مقدار رناف جریان پیدا میکرد و یک مقداری هم در داخل چی؟ گودال ها، پستی بلندی های زمین چیکار میشد؟ تجمع پیدا میکرد. حالا فرق نمیکنه مؤثرین عزیز از اون مقدار آبی که از آسمان یا از ابرها فرو میریزه چی به سطح گیاه باشه، چی به سطح خشکه باشه، چی به سطح آب باشه، یک مقدار چیکار میشه؟ به بخار تبدیل میشه. طوری که شما میبینیم به این علامات، به این وکتورها اگر که به طرف بالای نگاه کنیم، معمولا چیکار میشه؟ بخار میشه. پس دوباره میره به کجا؟ دوباره میره به جو زمین یا دوباره میره به آسمان. حالا چی از سطح گیاها باشه که معمولا به بخار تبدیل شه، تعرق میگن، چی از سطح خشکه باشه، چی از سطح آب باشه، یک مقدار از آب یا آبهایی که از آسمان به زمین فرو ریخته پس دوباره چیکار میشه؟ تبخیر میشه، میره به کجا؟ به آسمان، پس دوباره به جو زمین میره. و زمانی که این مقدار آب مؤثرین عزیز به جو زمین میره یا لایه اتمسفیر، طی فرایندهای گوناگون دوباره به چی تبدیل میشه؟ دوباره به ابر تبدیل میشه و این ابر دوباره باعث چی میشه؟ باعث باراندگی میشه. و پس بارانی که معمولا باراندگی که صورت میگیره یا مقدار آبی که به زمین فرو میریزه باز همین موارده که ما شما گفتیم، همون موارده. این تکرار میشه مؤثرین عزیز، این یک چرخه چه کار میشه؟
تکرار میشه. اگر شما نظر بگیریم این یک چرخه میای پایین مره بالا، میای پایین مره بالا. چطور؟ به خاطری که زمانی که باراندگی صورت میگیره، ما شما گفتیم از مقدار آبی که به زمین فرو میریزه، حالا چی در سطح گیاه ها باشه، چی در سطح خشکه باشه، چی در سطح آب باشه، دوباره تبخیر میشه. پس دوباره چیکار میشه؟ تبخیر میشه، مره به جو زمین. باز اون دیگه گفتم طی فرایند های گوناگون به ابر تبدیل میشه و ابر دوباره چی؟ دوباره باعث باراندگی میشه و این چرخه چیکار داره؟ جریان داره. این چرخه همیش جریان داره. همین خاطر این به نام چی میگن؟ به نام چرخه هایدرولوژی یا چرخه یا واتر سیکل، چرخه آب. حالا یک موضوع دیگه هم خدمت شما عرض کنم محصلین عزیز، که چرخه آب زیادتر بی خاطر میگن به خاطری که یک ابتدا و انتها نداره. همیش یاد شما باشه چرخه هیدرولوژی که ما شما مشاهده میکنیم، مقدار آبی که از ابرها فرو میریزه بالاخره باز تبخیر میشه دوباره میره به آسمان. البته مقدار از این آبی که فرو میریزه به سطح زمین یک مقدار تبخیر میشه میره دوباره به آسمان و پس فراینده که طی میکنه به ابر تبدیل میشه و باعث باراندگی میشه ابتدا و انتها نداره. چی خاطر ابتدا و انتها نداره؟ البته در کل چرخه هایدرولوژی چرخه ای که ابتدا و انتها نداره، یعنی شروع و خط نداره. به چی خاطر؟ به خاطر که اگر شما بیاییم مد نظر بگیریم بگیم باراندگی، خب باراندگی از چی به وجود آمده؟ خب میگم باراندگی از ابر به وجود آمده. خب ابرها از چی به وجود آمده؟ از بخار به وجود آمده. بخارا از سطح آبها، آبها باز از چی به وجود آمده؟ از باراندگی. باراندگی از چی به وجود آمده؟ پس دوباره شاید بگیم از ابر. حالا شما اگر هر کدوم مد نظر بگیریم بستگی داره به ما قبل. خب هر کدوم از اینا اگر باراندگی مد نظر بگیریم بستگی داره به ما قبل. خب اگر ابر همچنین بستگی داره به بخار، اگر بخار بستگی داره به آب، اگر آب بستگی داره به باراندگی. همین خاطر این به نام چی میگن؟ به نام چرخه هایدرولوژی. و همچنین میگن که چرخه هایدرولوژی چرخه ای که ابتدا و انتها نداره، دلیلی همینه. پس مقدار آب که ما شما در طبیعت ما هستین عزیز اگر خواسته باشیم مد نظر بگیریم، در حقیقت همین مقدار آب که در طبیعت وجود داره از سبب چی؟ چرخه هایدرولوژی به وجود آمده. همین خاطر این میگم چی؟ گردش آب در طبیعت یا مسیر حرکت آب در کره زمین. حالا اگر ما شما مد نظر بگیریم آبهایی که در طبیعت داریم، خب آبهای زیرزمینیه. اگر بیایم در قسمت آبهای زیرزمینی مد نظر بگیریم، اگر در قسمت آبهای دریاها مد نظر بگیریم، رودخانه ها مد نظر بگیریم، گودال ها و پسته بلندی ها مد نظر بگیریم، در طبیعت کلا آبهایی که اینا داره از سبب چی به وجود آمده ما هستین عزیز؟ از سبب چرخه هایدرولوژی. پس همین خاطر میگم چی؟ چرخه هایدرولوژی مفهوم گردش آب در طبیعت مده یا مسیر حرکت آب در کره زمین. و لغات که شما بینجگاه میبینیم محصلین عزیز مثل پرسپیتیشن و دیگه موارد، انشالله اینا رو میگن عناصر چرخه هایدرولوژی، که به جلسات بعدی درباره کلا از اینا صحبت میکنیم از جلسه بعد. حالا کلن بحث ما شما به سر عناصر چرخه هایدرولوژیه. ما شما چرخه هایدرولوژی شناختیم که چرا این چرخه هایدرولوژی یا گردش آب در طبیعت میگن، این همراه شما صحبت کردیم. خدا کنه مؤثر واقع شده باشه و افهام تفهیم بشه. بعدش انشالله ما شما درباره عناصر چرخه هایدرولوژی صحبت میکنیم و الی آخر سمستر درباره عناصر، حالا میتونیم باراندگی یک از عناصر چرخه هایدرولوژی بگیم، خب انفلتریشن، تبخیر، تعرق، اینا جمله عناصر چرخه هایدرولوژی که باز عناصر اصلی داره و عناصر فرعی داره. خب به هر حال محصلین عزیز موفق و معید باشین. به جلسه امروز به امروز بسه. فقط بحث کمان شما امروز داشتیم محصلین عزیز درباره چرخه هایدرولوژی یا گردش آب در طبیعت بود. فقط بالای همین تصویر همراه شما صحبت کردیم و همین سلاید تقریبا 20 دقیقه صحبت کردیم و بازم تکرار میکنم به دقت گوش کنیم، به دقت ببینیم و من مطمئن هستم که انشالله
این لکچر شما به دقت گوش کنیم، به مشکل نمیخوریم، چون موضوع بسیار ساده ای بوده و نام خدا طوری که چند سمستر که من همراه شما بودم، همه شما شاگردای لایق محصلین لایق هستیم و من مطمئن هستم که به دفعه اول ببینیم و گوش کنیم خب اساس میفهمیم. خب به هر حال شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار شما محصلین عزیز، ما را هم از دعا فراموش نکنیم. تا جلسه هفتم، بای بای.